به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما دانشجویان عزیز. در این فرادرس با همدیگه میخواییم استاتیک رو مرور کنیم و چند تا مسئله از اون حل کنیم. من مسعود قمری هستم، دانشجوی دکترای مهندسی و عمران گرایش سازه در دانشگاه بوعلی سینا. درس اول ما به سیستم‌های اندازه‌گیری و تبدیل واحد میپردازه. میدونیم که هر کمیت با یک واحدی سنجیده میشه. در سیستم SI یا استاندارد جهانی طول رو با متر می سنجیم، زمان رو با ثانیه، جرم رو با کیلوگرم، نیرو رو با نیوتن، زاویه رو با رادیان و شتاب جاذبه رو با 9.81 متر بر منظور ثانیه. اما در واحد آمریکایی واحد طول فوت هستش، زمان ثانیه هستش، جرم رو با اسلاگ می سنجند، نیرو رو با پوند، زاویه رو همانند واحد SI با رادیان و شتاب جاذبه برابر 32.2 اسلاگ بر مجذور ثانیه هستش. اما ببینیم تبدیل واحدها به چه شکل هستش. یک پوند 4.448 نیوتونه، یک اسلاگ 14.59 کیلوگرمه، یک فوت 0.3048 متره، یک اینچ من 1.12 فوت و برابر 2.54 سانتی متر هستش و یک اونس من 1/16 پوند هستش. اما پیشبند هایی که حتما ما باید اونها رو بلد باشیم. سمت مثبت، یعنی اونهایی که توانهای دهشون مثبت هستش، به لطف تکنولوژی های امروز همه اینها رو بلد هستن. همه میدونیم که 1 گیگا برابر 10^9 هستش و به همین شکل. اما نکته‌ای که هست اینجا، باید فرق بین دکا و دسی رو به خاطر بسپاریم و اینها رو با هم قاطی نکنیم. از سمت منفی ها تا پیکو اگر بلد باشیم کفایت خواهد کرد. اما بپردازیم به سوال اول. میگه هر کیلو پوند در فوت چند نیوتن در میلیمتر هستش. من اینجا به روش کسرهای متوالی مسئله‌ام رو حل میکنم. اولا می‌نویسم 10^3 پوند بر فوت. حالا این 10^3 چیه؟ همین کیلوه هستش که من اینجا 10^3 رو نوشتم که ازش راحت بشم. بعد یه کسری میکشم، میگم من میخوام در مرحله اول پوند رو به نیوتن تبدیل کنم و چون پوند من بعد از بین بره، من پوند رو مینویسم. پیش خودم اینجوری میگم که این پوند میتونه با این پوند ساده بشه. در واقع اینجوری من راحت میتونم کسرهای متوالی رو همیشه بنویسم. میگم هر یک پوند من 4.448 نیوتونه. حالا چرا صورت نیوتونه؟ چون نیوتون من میخواد بشینه جای پوند من. حالا پوند من از بین رفت، ضرب در یک کسر دیگه. من باید واحد طولم رو هم به میلیمتر تبدیل کنم. من میتونستم اینجا راحت فوت رو به میلیمتر تبدیل کنم، اما اگه احساس کردم برام سخته، کافیه که اول فوت رو به متر تبدیل کنم، بعد از متر به میلیمتر تبدیل کنم. میگم فوت رو در مخرج بنویسم، چون فوت من باید با فوت من در اینجا ساده بشه. هر یک فوت من برابر 0.3048 متره و متر رو بالا بنویسم، چون متر من باید اینجا بشینه جای فوت من. حالا از متر هم به میلیمتر تبدیل میکنم. وقتی این اعداد رو در هم ضرب کنم، عدد من بر حسب نیوتن در میلیمتر به دست میاد. اما سوال بعدی، 25 نیوتن بر میلیمتر مربع چند پوند بر اینچ مربع هستش؟ دوباره به روش کسرهای متوالی عمل میکنم. میگم در مرحله اول میخوام واحد نیروم رو تبدیل کنم. نیوتن رو در مخرج مینویسم، چون این نیوتن باید با این نیوتن من ساده بشه و من به جاش پوند بذارم، لذا پوند رو در صورت مخرجم مینویسم. میگم هر یک پوند من 4.448 نیوتونه. اما حالا میخوام میلیمتر مربع رو به اینچ مربع تبدیل کنم. من کاری ندارم واحد من اینجا به توان چند رسیده، حالا 3, 4 هر چی که بود. یه پرانتز باز میکنم، بالاش توان واحدم رو میذارم. مثلا اینجا توان من 2، اینجا من 2 میذارم. یه کسری میکشم، کاری ندارم توان چیه. میگم آقا من میخوام میلیمتر من در اینجا از بین بره. من میگم هر یک اینچ من چند میلیمتره؟ میگم 25.4 میلیمتره. اینجا من توان دوشم گذاشتم دیگه، چون همه اینا به توان 2 میرسه. میلیمتر مربع با میلیمتر مربع میره و اون چیزی که میمونه اینچ مربع است. حالا من این 25.4 رو به توان 2 میرسونم، ضرب در 25 میکنم، تقسیم بر 4.448
هزارم نیوتن میکنم و عدد من به دست میاد بر حسب پوند بر اینچ مربع. اما سوال بعدی میگه چگالی یک ماده 1300 کیلوگرم بر متر مکعبه. چگالی آن ماده را بر حسب اسلاک بر اینچ مکعب به دست آورید. میگم 1300 کیلوگرم بر متر مکعب. اول واحد جرمم رو تغییر میدم. میگم کیلوگرم رو در مخرج مینویسم چون باید با این کیلوگرم ساده بشه. هر یک اسلاگ من 14.59 کیلوگرمه. در اینجا واحد جرم من تغییر پیدا کرد. واحد طول من متر به توان 3 هستش. خب من اینجا یه پرانتز باز میکنم، توان 3 میذارم، مخرجم رو اینچ قرار میدم و صورتم رو متر، چون قراره که اینچ به جای متر بشینه. میگم هر یک اینچ من برابر 0.054 متره. اگر من این اعداد رو ضرب و تقسیم کنم به عدد 1.46 ضرب در 10 به توان منهای 3 اسلاک بر اینچ مکعب میرسم. اما سوال بعدی من میگه مقدار انرژی 200 جول را بر حسب اسلاک در اینچ مربع تقسیم بر مجذور ثانیه بنویسید. من میگم میدونم. ببینید در مرحله اول بگم که این واحد ممکنه برای من عجیب غریب به نظر برسه، اما من میدونم که نیروی من F مساوی MA هست دیگه. نیروی من برابر با جرم ضرب در شتاب. بعد میگم واحد نیرو در سیستم SI نیوتونه. واحد جرم من کیلوگرمه و واحد شتاب من متر بر مجذور ثانیه است. بنابراین میتونم بگم نیوتن برابر با کیلوگرم در متر بر مجذور ثانیه. حالا کار من برابر با نیرو ضرب در جابجایی هستش، چون میدونم که واحد کار همون جول هست دیگه. خب به خاطر همین رفتم سراغ فرمول کار. از اینجا واحد نیرو رو من به دست آوردم کیلوگرم در متر بر مجذور ثانیه. واحد جابجایی من هم متره. وقتی متر در این واحد ضرب بشه میتونم نتیجه بگیرم که هر جول من برابر است با 1 کیلوگرم در متر مربع تقسیم بر مجذور ثانیه. بنابراین 200 جول من همون 200 کیلوگرم در متر مربع تقسیم بر مجذور ثانیه هستش. حالا شروع میکنم به تبدیل واحد کردن. میگم 200 کیلوگرم در متر مربع بر مجذور ثانیه ضرب در خط کسر رو میکشم و اول میخوام جرم رو تبدیل کنم. هر یک اسلاگ من 14.59 کیلوگرمه ضرب در. حالا میخوام طولم رو تبدیل کنم. واحد من به توان 2، اینجا هم توان 2 میذارم و میگم هر یک اینچ من برابر 0.054 متره. این اعداد رو من ضرب و تقسیم کنم، یعنی 200 رو تقسیم بر 14.59 ضرب در 0.054 به توان 2 بکنم، انرژی من بر حسب اسلاک در اینچ مربع تقسیم بر مجذور زمان به دست میاد. در این درس میخوایم اصول اولیه و روش حل مسئله رو با هم دیگه بررسی کنیم. اولین اصلی که باید یاد بگیریم قانون متوازی الاضلاع در جمع برداری هست. میگه اگه من دو بردار V1 و V2 رو داشته باشم که همرأس باشم، من یک متوازی الاضلاعی رسم میکنم که قطر بزرگ اون حاصل جمع این دوتا بردار هست و قطر کوچیک اون حاصل تفاضل این دوتا بردار هست. اصل بعدی که باید بلد باشم اصل قابلیت انتقال هست. میگه اگر یک جسم صلبی داشته باشم که بهش یک نیروی F وارد بشه با خط تأثیر معین، یعنی جهتی که داره، اگر من اون نیرو رو در یک نقطه دیگری اثر بدم اما جهت بردار نیروی من با حالت اول یکسان باشه، بزرگای بردار نیروی من هم با حالت اول یکسان باشه، وضعیت تعادل و حرکتی این جسم صلب من تغییری نمی کنه. اما سه قانون مهم نیوتن. قانون اول که میگه اگه برایند نیروهای وارد بر یک جسم برابر صفر باشه، اگه اون جسم در حالت سکون هست ساکن باقی میمونه و اگر در حالت حرکت با سرعت ثابت به حرکت خودش ادامه میده. اگر برایند نیروهای وارد بر جسم من برابر صفر نباشه، جسم من شتابی میگیره که اون شتاب همجهت با برایند نیروهاست و با نسبت تناسب جرم جسم با نیروها متناسبه. این قانون دوم نیوتن هست. اما قانون سوم نیوتن
یا همون عمل و عکس العمله که میگه اگه شما به یک جسم نیروی وارد کنید، اون جسم هم به شما نیروی وارد میکنه که در خلاف جهت نیروی شماست، اما بزرگاش با اون برابره. اما قانون بعدی قانون گرانش نیوتن هست. میگه اگه من دو جسم داشته باشم به جرمای M1 و M2، این دو جسم شروع میکنن همدیگر رو جذب کردن که مقدار اون از رابطه زیر به دست میاد. در اینجا G ثابت گرانش هست، M1 و M2 جرم های من هستند و R فاصله مرکز به مرکز جرم های من هستش. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم و عموماً در گفتگوهای عامیانه فرق این دوتا کمیت مشخص نمیشه، تفاوت بین وزن و جرمه. ببینید، من میگم جرم من 1 کیلوگرمه، اما وزن من برابر با جرم من ضرب در شتاب گرانش من که میشه 9.81 نیوتن. بنابراین وزن من یک نیرو هست اما جرم من یک نیرو نیست. این تفاوت در واژه ها رو بهش دقت کنید. اما اگه بخوام یک خلاصه ای داشته باشم، در استاتیک ما اول باید نیروهای وارده به جسم رو مشخص کنیم. بعد باید به اصول بردارها مسلط باشیم تا بتونیم نیروهای وارده رو به شکل بردار بنویسیم و بردارها رو تشکیل بدیم. بعد اینکه بردارها رو تشکیل دادیم، من میتونم از معادلات تعادل استفاده کنم و مجهولاتم رو پیدا کنم. در این فصل میخوایم بردارها رو بررسی کنیم و اولین درس ما درباره تشکیل بردار و تجزیه اون هستش. میگم من اگه دوتا نقطه A و B رو داشته باشم، میتونم بردار AB رو به این شکل تشکیل بدم که نقطه انتها رو اول مینویسم، بعد ازش نقطه ابتدا رو در میام. در واقع بردار AB رأسش روی نقطه A هست و انتهاش روی نقطه B. اگر رأسش روی نقطه B بود و انتهاش روی نقطه A، مینوشتیم BA و از تفریق این دوتا بردار من تشکیل میشه. دقت کنید که اگر این ستایی مرتب من نقطه باشه، بین حرف و پرانتز مساوی نمیذارم، اما اگر بردار باشه بین اسم، یعنی اسم اون بردار و پرانتز، حتما باید مساوی بذارم. نگاه کنید، ما در یک فضای سه‌بعدی سه تا بردار یکه داریم که نشوندنده جهت‌های محورهای مختصات من هستند. آی برای محور X، J برای محور Y و K برای محور Z. من میتونم بردارم رو هم به شکل ستای مرتب نمایش بدم که اینجا یک مساوی هم گذاشتم، یعنی برداره، و هم به صورت مؤلفه‌های I, J و K، یعنی اینها رو با هم جمع کنم. دقت کنید که چون اینها بردار یکشون با هم متفاوته، این سه ترم با هم دیگه جمع جبری نمیشن. و اندازه بردار A رو هم من میتونم از این رابطه به دست بیارم که برابر با ریشه دوم جمع تواندوهای مؤلفه‌های خودم. اما هر بردار یه بردار یکی داره که جهتش رو نشون میده و یک بزرگا داره که شدت اون بردار رو نشون میده. بردار یکم رو میتونم از حاصل تقسیم مؤلفه ها به اندازه بردارم به دست بیارم. به علاوه من میتونم بگم بردار من با محورهای مختصات سه تا زاویه میسازه. زاویه‌ای که با محور X میسازه رو بهش میگن آلفا، زاویه‌ای که با محور Y میسازه رو بهش میگن بتا، و زاویه‌ای رو که با محور Z میسازه بهش میگن گاما. اما این سه تا زاویه رو من میتونم به عنوان زاویه‌های حادی بشناسمشون. چرا؟ چون بردار یکی من در واقع نشانگر جهت بردار من هستش، یعنی اون رو هدایت میکنه. به خاطر همین بردار یکی رو میتونم به صورت کوسینوس زاویه‌های حادی نشون بدم که به اونها میگن کوسینوس‌های حادی یک بردار. اما کوسینوس های حادی یک بردار یه ویژگی بسیار جالب دارن، اونم اینه که اگر هر کدوم از اونها رو به توان 2 برسونم و با هم جمع کنم میشه 1. میتونید درستی این رابطه رو با استفاده از این رابطه تحقیق کنید. و اگه من بخوام بردارم رو تجزیه کنم، یعنی اگه بزرگا رو داشته باشم و زاویه های حادی رو داشته باشم، میتونم بگم مؤلفه x من برابر بزرگای بردار من در کوسینوس زاویه‌ای که با محور x میسازه، و همینطور A Y من برابر بزرگای بردار در کوسینوس بتا، و A Z من برابر بزرگای بردار در کوسینوس گاما خواهد بود. اما ببینم یک بردار رو از مجموع دوتا بردار دیگه چطوری تشکیل میدم.
حالا اینجا ما برایند رو بررسی میکنیم، اما اگر تفریق باشه یا هر ترکیب خطی دیگه ای از هر چند تا بردار باشه، من میام مؤلفه های x رو با هم جمع میکنم، مؤلفه های y رو با هم جمع میکنم، مؤلفه های z رو هم با هم جمع میکنم. یعنی من اگه بخوام برایند بردار a و b رو تشکیل بدم، میگم ax به اضافه bx یعنی اون مؤلفه های i با هم، ay به اضافه by در j مؤلفه های j رو با هم جمع کردم، az به اضافه bz در k مؤلفه های k یا در راستای محور z رو هم با هم جمع کردم. این میشه بردار برایند من. اما در حالت دو بعدی من میتونم بردارم رو تجزیه کنم و کاربرد زیادی داره. میگم اگه در فضای دو بعدی یک برداری مثل f داشته باشم که با جهت مثبت محور x ها زاویه تتا میسازه، میتونم اون رو به دو مؤلفه fx و fy تجزیهش کنم که fx من میشه اندازه بردار من در کسینوس تتا و fy من میشه اندازه بردار من در سینوس دوتا. اگه این دوتا رابطه رو من به هم تقسیم کنم، میتونم جهت بردار رو هم به دست بیارم که تانژانت تتا برابر fy بر fx میشه و بردار رو هم میتونم در فضای دو بعدی بر اساس مؤلفه i و j اش نمایش بدم. به علاوه دو تا قانون خیلی جالب از مثلثات ما داریم. اول اینه که ما یه مثلث داشته باشیم به سلسله A, B, C و زاویه های A, B, C که با A, B, C کوچک نشون داده شدن، میتونم بگم ضلع C من یا حالا هر ضلع دیگه، مثلا ضلع A, B، ضلع C من برابر است با ضلع A به توان 2 ضلع B به توان 2 منهای 2 تا A ضرب در B کسینوس زاویه بین A و B که زاویه C هست. اما به لحاظ برداری ضلع C من در واقع تفریق بردارهای A و B که بزرگاش از این قانون، قانون کوسینوس به دست میاد. اما اگه من بخوام برایند رو به دست بیارم، یعنی قطر بزرگتر متوازی الاضلاع من، من همین رابطه رو میتونم بنویسم، اما اینجا به جای منها من مثبت باید بذارم. دقت کن که اینجا A و B هم بزرگای بردارهای A و B هستن. اما قانون دیگه که خیلی پرکاربردتر است، قانون کوسینوس ها هستش، قانون سینوس هاست که میگه اگر من هر ضلع رو تقسیم بر سینوس زاویه روبروش بکنم و این رو برای همه اضلاع انجام بدم، این نسبت ها با هم برابر خواهند بود. اما سوال اول، در شکل داده شده بردار برایند و بزرگی و جهت آن را تعیین کنید. نیروهای نشان داده شده پی مساوی 75 نیوتن و کیو مساوی 125 نیوتن هستند. خب اولین کاری که میکنم بردار پی و کیو رو باید تجزیه کنم. بردار پی ایکس من برابر میشه با منهای 75 کسینوس 70 درجه که میشه منهای 25 و 65 صدم نیوتن. حالا چرا اینطوری نوشتم؟ ببینید، من اینجا از نقطه A یه خطی میکشم، خط افق، و فرض کنم جهتهای مثبت من جهتهای مثبت معمول باشن، یعنی ایکس من به سمت راست مثبت باشه و ایگرگ من هم به سمت بالا مثبت باشه. خب من میگم بردار پی من با محور عمودی زاویه 20 درجه میسازه. اگه من اینو تجزیه کنم روی محور افق، پی ایکس من میشه سمت چپ، یعنی جهت منفی. به خاطر همین یه منها اینجا میذارم. به علاوه اینجام 70 درجه میشه دیگه با استفاده از هندسه، چون این 20 کلش 90 میشه، این میشه 70. خب می‌نویسم منهای 75 در کسینوس 70 درجه میشه منهای 25 و 65 صدم نیوتن. به همین منوال میتونم بگم پی ایگرگ من میشه منهای 75 در سینوس 70 درجه که میشه منهای 70 ممیز 48 صدم نیوتن. اما بردار کیو رو هم میتونم تجزیه کنم. اینجا دیگه این زاویه رو من نمینویسم، برای اینکه فرقش رو متوجه بشید، همین از این زاویه 35 درجه استفاده میکنم. میگم من اگه کیوم رو در کسینوس 35 درجه ضرب کنم، تجزیه میشه روی محور عمودی من، چون جهتش رو به پایینه، من یه منها میذارم. خب که کیو ایگرگ من میشه منهای 102 39 صدم نیوتن. اما اگر در سینوس 35 درجه ضرب کنم، تجزیه میشه روی محور افقی من. خب که چون جهتش مثبته میشه 125 در سینوس 35 درجه که میشه 71.7 نیوتن. در واقع این قانون زاویه های متممه دیگه. میدونیم که مثلا اگر جمع دو تا زاویه 90 بشه، سینوس یکی با کسینوس اون یکی برابر. اما من میتونم بردارهای کیو و پی رو به شکل آی و جی بنویسم و بعد کافیه که این دوتا رو با هم جمع کنم، مؤلفه‌های آی ام رو با هم و مؤلفه‌های جی ام رو با هم، که بردار برایند من میشه 46.5 صدم آی منهای 172.87 صدم جی و بزرگاش میشه 178.9
نه دهم نیوتن. و زاویه‌ای که بردار برایند من، یعنی جهت بردار برایند من با محور ایکس ها میسازه، میشه آلفای من تانژانت اینورس منهای 172.87، یعنی مؤلفه ایگرگ بردار من تقسیم بر مؤلفه ایکس من که میشه منهای 75.8 درجه. اما میگه نیروی کششی در کابل های بی سی و ای سی را تعیین کنید. نگاه کنید، من اول باید فریبادی دیاگرام رو رسم کنم، یعنی باید نیروهایی که به جسم و سیستم من وارد میشه رو بکشم. آقا این نقطه سی همه نیروها وارد میشه، من اینجا یه بردار تی ای سی میکشم. دقت کنید که چون اینها کابل هستن اصلا نیروی فشاری نداره، چون اونجوری از کار میفته کابل دیگه، و اسم این رو هم میذارم تی بی سی. اینجا هم یک نیروی عمودی وارد میشه که نیروی وزن من هستش. نگاه کنید، من یه نقطه‌ای دارم مثل نقطه سی که بهش سه تا برداری وارد میشه که هم مبدا است. من اینجا میتونم از قانون سینوس ها استفاده کنم. خب این تی ای سی هست، این تی بی سی هست، این هم که نیروی وزن هست. میگم قانون سینوس ها رو بنویسم، میگم تی بی سی تقسیم بر سینوس زاویه مقابل تی بی سی، تی ای سی همینطور و ام جی. اما مهم اینه آلفا، بتا و گاما چیه. نگاه کنید، تی بی سی من کو اینه، این میشه زاویه آلفای من مقابل بردار تی بی سی من. اما این میشه زاویه بتای من، یعنی زاویه مقابل کشش کابل ای سی، و این میشه زاویه گامای من، زاویه مقابل نیروی وزن. با استفاده از هندسه زاویه های آلفا، بتا و گاما به دست میاد به این شکل، و من میتونم تناسبم رو تشکیل بدم. و از این تناسب، چون ام جی من معلوم هستش، تی بی سی و تی ای سی به دست میان که تی بی سی میشه 1962 نیوتن و تی ای سی میشه 525.72 نیوتن. اما در اینجا میگه زاویه های حادی و بزرگای بردار F1 را طوری تعیین کنید که برایند سه بردار منهای 350 کی باشه، نیروی F3 در صفحه X Y عمل میکنه. بهترین کار همیشه اینه که اینها رو به مؤلفه هاشون تقسیم کنیم و بعد به صورت برداری جمع و تفریق رو انجام بدیم، حداقل در حالت سه بعدی. اینجوریه، میگم FR بردار برایند من برابر جمع برداری F1 F2 و F3 هستش. F2 که منطبق بر محور ایگرک هستش و به سمت چپ هستش و میتونم بریم سمت منهای 200 جی. F3 رو هم من کافیه که چون در صفحه ایکس ایگرک عمل میکنه، کافیه که تجزیه کنم با استفاده از این زاویه 30 درجه که داده شده. میگم درجات ایکس میشه منهای 400 سینوس 30 درجه. چرا حالا منها؟ چون اگه در سینوس 30 درجه ضرب کنم، مؤلفه ایکسش میشه خلاف جهت مثبت من، و به اضافه 400 تا کوسینوس 30 درجه، این 30 درجه در کوسینوس ضرب کنم میشه رو به مثبت محور ایگرک ها، که اف سی من میشه منهای 200 آی به اضافه 346.41 جی. من کافیه اف سی و اف دو رو بذارم داخل این رابطه و همچنین اف آر رو و اف یک رو به دست بیارم که میشه 200 آی منهای 146.41 جی منهای 350 کی. حالا خود بردار رو به دست آوردم، بزرگاش میشه 428.88 پوند که میشه ریشه دوم جمع توان دو مؤلفه ها. اما میخوام ببینم زاویه های حادی رو چطور تعیین کنم. گفتم که کوسینوس های حادی من برابر است با مؤلفه نظیر تقسیم بر اندازه بردار. آلفا زاویه که با محور ایکس میسازه برابر با مؤلفه ایکس بردار من تقسیم بر اندازه بردار من، و کوسینوس اینورسش رو باید بگیرم، خب که میشه 62.2 درجه. همینطور زاویه که با محور ایگرک ها میسازه میشه کوسینوس اینورس منهای 146.41 تقسیم بر 428.88 که میشه 109.99 درجه، و همچنین گاما زاویه با محور زد میشه 144.69 درجه. اما در مثال بعد میگه بردار برایند را تعیین کنید. نگاه کنید، بردار رو به من داده، اندازش رو داده 840 و 420، خب اما دیرکشن یا اون جهتش رو نداده، به جاش آورده نقاط A و B و C رو داده.
من میتونم بردار یکه AB و AC رو تشکیل بدم. اندازش واحده دیگه. جهتش هم که با این بردارهای من هماهنگه. بعد این بزرگا رو ضرب در اون بردارهای یکه کنم تا شکل برداری FB و FC به دست بیاد. میگم سه نقطه AB و C رو من با این مختصات ها دارم. بعد میگم بردار AB. حالا چرا AB؟ چون ابتدای بردار من روی A هست، انتها B. به خاطر همین بعد بنویسم AB میشه B منهای A که میشه 3 منهای 2 و منهای 6 و AC باز هم چون ابتدا در نقطه A انتها در نقطه C میشه 2 3 منهای 6. اما بردار AB و AC به درد من نمیخوره، من باید بردارهای یکه اینها رو تشکیل بدم. میگم بردار یکه بردار AB برابر است با بردار AB تقسیم بر اندازه بردار AB که میشه تک تک مؤلفات تقسیم بر اندازه بردار که میشه 43 صدم منهای 29 صدم و منهای 86 صدم و به همین منوال بردار AC رو به دست میارم. کافیه که هر اندازه هر بردار رو در بردار یکی اون ضرب کنم تا شکل برداری هر نیرو به دست بیاد و بعد جمع برداری رو انجام بدم که میشه 483 منهای 63 و منهای 1083 ممیز 6 دهم نیوتن. در این درس میخواییم ضرب داخلی رو با هم یاد بگیریم. میگیم اگه دوتا بردار داشته باشم که زاویه بین اونها تتا باشه، ضرب داخلیش رو میتونم به این شکل به دست بیارم که مؤلفه های X رو در هم ضرب کنم به اضافه حاصل ضرب مؤلفه های Y به اضافه حاصل ضرب مؤلفه های Z. دقت کنید که A.B یا همون ضرب داخلی دو بردار کمیتی اسکالر هستش و برداری نیست. از طرف دیگه A.B رو من میتونم با رابطه‌ای که نشون داده شده هم به دست بیارم. بگم اندازه A در اندازه B در کوسینوس زاویه بین این دوتا بردار. اما ضرب داخلی یا همون ضرب دات خواصی داره. اولیش خاصیت پخشی هستش که A.B به اضافه C برابر میشه با A.B به اضافه A.C. این A در این پخش شد. خاصیت تعویض پذیری هستش که A.B برابر با B.A و خاصیت ضرب عدد در ضرب داخلی هستش که فرقی نمیکنه اون عدد رو در کدوم بردار ضرب کنیم و یعنی که میتونیم اون عدد رو مستقیما در حاصل ضرب داخلی ضرب کنیم. اما موضوع دیگه ضرب خارجی هستش. اگه دوتا بردار Q و P رو داشته باشم، ضرب خارجی اون رو به این شکل نشون میدم که V مساوی است با P کراس Q، بهش ضرب برداری یا ضرب کراس هم گفته میشه. جهت V با استفاده از قانون دست راست تعیین میشه به این شکل که من میخوام جهت P کراس Q رو به دست بیارم. دستم رو در جهت P قرار میدم، دست راستم رو، طوری که بردار Q از کف دست من خارج بشه. بعد 4 تا انگشتم رو روی بردار Q میبندم، شست من جهت بردار V رو نمایش میده. اندازه بردار V یا همون ضرب خارج دو بردار رو من میتونم به این شکل هم به دست بیارم که بشه اندازه P اندازه Q در سینوس زاویه بین این دو بردار. اما ضرب خارجی رو من میتونم شکل دیگه هم به دست بیارم از این دترمینان. سطر اول بردارهای یک کم رو می‌نویسم IJK، سطر دوم بردار اولی که ضرب شده و سطر سوم بردار دومی که ضرب شد. محاسبه این دترمینان مثل دترمینای 3 در 3 هست، با این تفاوت که دیگه بردارهای یک کی من که خب ضرب نمیشه در عبارت من. نگاه کنید، من میگم میخوام مؤلفه آی رو به دست بیارم. دستم رو میذارم روی سطر و ستونی که مؤلفه آی درش قرار داره و این سطر و ستون رو نادیده میگیرم. میگم آنچه که باقی میمونه رو در نظر میگیرم. میگم قطر اصلی پی ایگرگ ضرب در کیو زد منهای حاصل ضرب قطر فرعی پی زد در کیو ایگرگ در آی. برای مؤلفه جی یه منفی پشت پرانتزم قرار میده. فقط مؤلفه جی اینجوری. پرانتز باز، دستم رو میذارم روی سطر و ستون مؤلفه J، میگم قطر اصلی PX QZ منهای قطر فرعی PZ QX در بردار J به اضافه، حالا دستم رو میذارم روی سطر و ستون بردار یکی K، میگم قطر اصلی من PX QY منهای قطر فرعی من PY QX. اما خواص ضرب خارجی این گونه هست که تعویض پذیری نداره. P کراس Q برابر منفی کیوب کراس پی هستش، یعنی جهت بردار برعکس میشه. من میتونم عدد ثابت رو در ضرب خارجی ضرب کنم و همینطور ضرب خارجی خاصیت پخشی داره. اما ضرب مختلط و سگانه، ببینید
این ضرب A دات B کراسی رو من بهش میگم ضرب مختلط. چرا؟ چون هم کراس داره هم دات داره. چون دات هستش یک کمیت اسکالر هستش و حاصلش از این دترمینان به دست میاد. سطر اول برداری که دات شده رو می نویسیم، بعد بردار اولی که کراس شده، بعد بردار دومی که کراس شده و حاصل دترمینان رو حساب میکنیم. ضرب مختلط رو میتونیم به این شکل هم به دست بیاریم که اندازه A اندازه B در اندازه C سینوس تتا. تتا زاویه بین دو بردار B و C هستش و در کسینوس فی فی هم زاویه حاصل ضرب B کراس C با بردار A هستش. اما ضرب سگانه به این شکل هستش که A کراس B کراس C. از این اتحاد میتونیم به دستش بیاریم، بگیم A دات C در بردار B، چون دات یک کمیت اسکالره، این میشه ضرب عدد در بردار، منهای A دات B در بردار C. و همینطور اندازه ضرب مختلط رو که یک کمیتی برداری هست، چون کراس کمیتی برداریه، میتونیم اینگونه به دست بیاریم که اندازه A اندازه B اندازه C در سینوس تتا در سینوس فی. تتا زاویه بین دو بردار B و C هست و اگر اینها رو کراس کنیم زاویه بردار حاصل با بردار A رو فی مینامیم. اما دو تا نکته هست که حتما باید بلدش باشیم. اولا اینکه اگه من روی دو بردار A و B متوازی الاضلاعی بنا کنم، مساحت اون متوازی الاضلاع میشه اندازه A کراس B، و اگر بخوام مساحت مثلث بنا شده روی دو بردار A و B رو به دست بیارم میشه نصف مساحت متوازی الاضلاع که میشه یک دوم A کراس B، و حجم متوازی السطوح بنا شده بر روی سه بردار A, B و C برابر ضرب مختلط این سه برداره. مهمم نیست که کدوم رو در کدوم دات یا کراس کنیم. اما مثال اول میگه یک بردار نیرو و یک بردار مکان داده شده اند، زاویه بین این دو بردار را به دست آورید. خب اول اینکه ما از ضرب داخلی فهمیدیم که زاویه بین دو بردار رو میتونیم به این شکل به دست بیاریم، یعنی از اونجایی که f دات r رو میتونم بنویسم اندازه r در کسینوس تتا، کسینوس تتای من اینجوری به دست. بردار آرم رو هم که داده 3 و 5 و منهای 4، حالا واحدش هر چی که هست. بعد نیروم رو داده، منتها نیروم برداری نیست، من باید خودم بردارش کنم. میگم نقطه A رو میگیرم 5 و 0 و 7، یعنی اینجا، و نقطه B رو میگیرم 0 و 10 و 0، یعنی اینجا انتهای بردار من. بردار AB رو تشکیل میدم، میشه B منهای A منهای 5 10 و منهای 7. حالا بردار نیروی من برابر است با شدت نیرو که بشه 1000 نیوتن در بردار 1K راستای اثر نیرو که بشه بردار 1K AB، میشه 1000 در بردار AB تقسیم بر اندازه بردار AB که میشه منهای 379 758 و 531 نیوتن. و اما از این رابطه تتا میشه کوسینوس اینورس F دات R تقسیم بر اندازه F در اندازه R که میشه 47.5 درجه. مثال بعدی میگه تصویر نیروی کابل را بر روی پایه پرچم تعیین کنید. هر موقع دیدید سوال از شما تصویر یک بردار رو در یک راستا خواسته، یاد ضرب داخلی بیفتید. میگم نقطه A من مبدأ هستش، نقطه B من 0 و 0 و 10 و نقطه C من 7 و منهای 4 و 0. من میخوام اینها رو برداری کنم. دقت کنید که من اینجا جهت بردارم رو از A به B در نظر میگیرم، به خاطر اینکه خب اینجا مبدأ من هست و جهت مثبت رو به بالاست. میگم بردار AB مساوی B منهای A هستش که میشه 0 و 0 و 10، و بردار BC من میشه C منهای B 7 و منهای 4 و منهای 10. حالا چرا BC؟ چون C انتهای بردارمه و B ابتدای بردار نیروی من هستش. میگن نیروی من برابر شدت نیرو که بشه 25 در بردار 1K BC که به دست میاد 25 ضرب در بردار BC تقسیم بر اندازه بردار BC 1362 منهای 778 و منهای 1946. و بعد میگم من بردار AB رو میخوام به دست بیارم، میگم FBA. حالا چرا میگم FBA؟ به خاطر اینکه میخوام بردار BC رو روی این تصویر کنم، یعنی مؤلفه BC روی این میله هستش. داتش که کنم، البته من اینجا بردار AB رو حساب کردم، میشه منهای 1946 صدم نیوتن. اما مثال بعدی میگه مساحت متوازی الاضلاعی را پیدا کنید که با دو بردار زیر ساخته شده است. خب خیلی راحت، من میگم اس من برابر 1/2 پی کراس کیو هستش، میگم پی کراس کیو برابر این دترمینان هستش، با اون روشی که توضیح دادم دترمینان رو حساب میکنم
و بردار کراسم رو پیدا میکنم که میشه 21 آی به اضافه 29 جی منهای 20 کی و مساحت من میشه نصف اندازه این بردار که میشه 20.51 واحد به توان 2. حالا واحدش هرچی که میخواد باشه. اما مثال بعدی میگه معادله بردار نرمال صفحه ای را پیدا کنید که دو بردار زیر در آن قرار دارن. میدونیم بردار نرمال بر صفحه عموده و هر بردار دیگه ای هم که در صفحه باشه بردار نرمال بر اونها عموده. من اگر A و B رو کراس کنم چون حاصل میشه برداری که بر هر دوی این بردار عمود هستش، بنابراین این بردار کراس اینها بر صفحه‌ای که اینها درش قرار دارند نیز عمود هستش. بنابراین میگم بردار نرمال من میشه A کراس B یا حالا B کراس A، فرقی نمیکنه در این مسئله. کراس رو تشکیل میدم و دترمینان رو حساب میکنم. دقت کنید که اینجا من اندازش رو نمیخوام، خود بردار رو میخوام. اگه اندازش بود راحت میگفتم A B سینوس تتا دیگه. خب و در نهایت بردار نرمال من میشه منهای 45 آی منهای 15 جی منهای 21 کی. در این درس میخوام معادله خط در فضا رو بررسی کنیم. میگم من یک نقطه ای دارم و یک برداری. من میخوام خطی رو رسم کنم یا خطی رو به دست بیارم که از این نقطه میگذره و در راستای این بردار هست. به این بردار بردار حادی خط گفته میشه و لزوماً یکه هم نیست. اگر نقطه و بردار حادی رو داشته باشم میتونم معادله خط رو به این شکل نشون میدم و تمام این کسرها باید برابر هم باشن و برابر یک عبارت واحد باشن. x منهای x صفر تقسیم بر مؤلفه x بردار حادی، y منهای y صفر تقسیم بر مؤلفه y بردار حادی و z منهای z صفر تقسیم بر مؤلفه z بردار حادی. اما من میتونم این معادله خط رو پارامتری کنم. مگه همه اینا مساوی c نیستن؟ من با یه طرف این وسطین و چند تا عملیات ریاضی ساده میتونم بنویسم x مساوی است با c ضرب در d1 به اضافه x صفر، y میشه c ضرب در d2 به اضافه y صفر و z میشه c ضرب در d3 به اضافه z صفر. به این میگم فرم پارامتری معادله خط. اما به این نکته دقت کنید، اگر در بردار حادی یه مؤلفه من صفر باشه، یعنی خط من در واقع در صفحه y و z قرار داره. خب اینجا چون x من صفره، خط من در مؤلفه y و z قرار داره. چون مؤلفه بردار حادی من صفره، x من یه x به خصوصی خواهد بود و دیگه معادله نداره مثل اینا و اون x برابر x نقطه‌ای هستش که من میخوام خطم رو از اونجا بگذرونم. اما اگر چند تا خط داشته باشیم چطور تقاطعشون رو به دست بیاریم؟ فرض کنم نقطه تقاطع من یه نقطه باشه مثل P به مختصات X0, Y0 و Z0 و دو تا خط داشته باشم به این شکل. من باید این دستگاه رو حل کنم تا مختصات نقطه P رو به دست بیارم. دقت کنید که اینجا ترمی که X داره از خط اول رو باید مساوی ترمی که X داره از خط دوم قرار بدم و همینجور برای Y و Z میشه سه معادله و سه مجهول و براحتی مختصات نقطه P من به دست میاد. اما مثال اول میگه نیروی به اندازه 500 کیلونیوتن به یک میله و در راستای آن وارد میشه. اگر معادله آن میله در فضا 2x منهای 2 تقسیم بر 2 مساوی 1.5 y منهای 3 تقسیم بر 3 مساوی z منهای 2 باشد، بردار نیرو را تعیین کنید. خب همونطور که گفتم من میتونم یک بردار رو به صورت حاصل ضرب شدت یا مگنیتود اون بردار در بردار یک کش به دست بیار. میگه معادله میله در فضا به این شکله. پس بردار حادی در واقع میله من به این شکل نوشته میشه. دقت کنید که در رابطه اسلاید قبل من ضریبی برای x و y و z نذاشته بودم. اما اگر x و y و z ضریب داشته باشند، برای به دست آوردن بردار حادی کافیه که این عددی که پایین هست رو تقسیم بر ضریب متغیرم بکنم. الان نگاه کنید بردار حادی این خط برای x میشه 2 تقسیم بر 2، برای y میشه 3 تقسیم بر 1 کنیم، برای z میشه 1 تقسیم بر 1 که میشه 1 و 2 1. اما بردار یک کش چیه؟ میشه این بردار تقسیم بر اندازه خودش
که میشه 408 هزارم، 816 هزارم و 408 هزارم. پس من راستای نیروم رو به دست آوردم و حالا بردار نیرو میشه اندازه نیرو در بردار یک این نیرو که میشه 204، 408 و 204 کیلو نیوتن. مثال بعدی میگه معادله خطی را بنویسید که بر دو خط A و B عمود است و با آنها متقاطع است. ببینید دو خط A و B رو به من داده و گفته خطی رو بنویسید که بر اون دوتا عموده و با آنها متقاطع است. یعنی سه خط در یک نقطه با هم تقاطع داره. اولا خطی که به این دوتا عمود باشه راستاش میشه حاصل ضرب خارجی بردار حادی دو خط. این راستاشه، چون بردار حادی این دو خط رو من دارم در هم کراس کنم نتیجه میشه یه برداری که بر این دوتا خط عمود. اما با آنها متقاطع است، پس من باید محل تقاطع این دوتا خط رو هم به دست بیارم. در نتیجه من برای رسم خطم یه نقطه دارم و یک بردار حادی. نگاه کنید، بردار حادی خط A میشه 4-2-1 و خط B میشه 3-1.5-1.5. من این دوتا رو کراس میکنم، میگم DC مساوی DA کراس DB 1.5 منهای 3 0. مهم نیست کدوم رو اول بنویسیم، مثلا بنویسم DB کراس DA. خب چون برای خط من فقط میخوام بردار حادی رو به دست بیارم، یعنی اصلا بردار نیست که جهت بردار یکش مهم باشه، چون خط اصلا جهت نداره که. خب بعد میام میگم محل تقاطع رو به دست بیارم، میگم X سوم از خط B برابر باشه با X منهای 2 تقسیم بر 4 از خط A. 2Y منهای 3 تقسیم بر 3 برابر Y منهای 1 تقسیم بر 2 باشه و 2Z منهای 1 تقسیم بر 3 برابر Z باشه که این دستگاه حاصل میشه. اگه این دستگاه حل کنم نقطه تقاطع من میشه منهای 6 3 منهای 1. حالا من یه بردار حادی دارم که راستای خطم رو مشخص میکنه و یه نقطه‌ای که خط من از اون میگذره. کافی این رو در معادله خط قرار بدم که میشه x منهای منهای 6 که میشه x به اضافه 6 تقسیم بر 1.5 مساوی y منهای 3 تقسیم بر منهای 3 و چون مؤلفه زد من صفره، مؤلفه زد من برابر میشه با همون مؤلفه زد نقطه تقاطع این دو خط.